بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين زمن كرامي داشته همه بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی به این برنامه و آرزوی سعادت و خوشبختی برای همگان احکام خانواده را در این جلسه با این موضوع دنبال میکنیم که قانون مقدس خانواده و امر ازدواج یکی از اساسی ترین نیازهای بشر و مؤثرترین چیزی در امر اصلاح جامعه هست به همین جهت اسلام توجه خاصی به این مسئله داشته و برای اینکه این کانون مقدس به خوبی به موقع و در بهترین فرصت و زمان شکل بگیرد سفارش هایی را به پیروان خودش انجام داده است در این جلسه به برخی از فرمایشات پیشوایان دینی اشاره می کنیم که در آنها نسبت به اقشار مختلف توصیه های فرموده است هم به خود جوان ها تشویق کرده است که به امر ازدواج سریع اقدام کند هم به پدر و مادر به اونها سفارش های را انجام داده است که اونها نیست در امر ازدواج فرزندانشون نهایت تلاش را داشته باشند و هم به مسئولین و از امامداران امور جامعه به اونها نیز توصیه هایی داره و به همچنین به عموم مردم که اگر کسی می تواند گره از گره های ازدواج جوانان را باز کند اونها نیز در این زمینه مسئولیت هایی دارن یکی از مسئولیت هایی که والدین نسبت به فرزندانشون داره و شاید بتوان گفت از حقوقی که فرزندان بر پدر و مادر دارد همین اقدام پدر و مادر نسبت به ازدواج فرزندانشون هست پیامبر اکرم در روایت میفرماید من حق الولد علاوه والدهی ثلاثه حق فرزند بر پدرش سه چیز هست یو حسن اسمه اسم نیکو برایش انتخاب کند و یو علمه الكتاب آموزش بدهد کتابت رو به او یاد بدهد و یو زوجهو اذا بلغ و وقتی هم بالغ شد ازدواجش بدهد و برایش زن بگیرد و یا همسر بگیرد پیامبر گرامی اسلام در روایت دیگر میفرماید من ادر کله ولدون و عنده ما یزوجو و فا احدث فالاثم بینهما کسی که فرزندش بالغ شده است و برای او همسر نمیگیرد و گناه توسط این جوان صورت میگیرد گناهش میگه بین این پدر و مادر هم تقسیم میشود که اونا هم در این جد ممکنه کتایی هایی داشتن بنابراین وظیفه پدر و مادر هم در این زمینه همین است که باید نسبت به ازدواج فرزندانشون تلاش کنن البته این از جز نفقه های واجب نیست که حتما پدر و مادر نسبت به فرزندانشون این رو به صورت یک امر واجب به عنوان نفقه اقدام بکنند اما به جا و مناسب و شایسته است که این کار را پدر انجام میدهد به مقدار ضروری و متعارف و اونچه که رسم هر عصر و زمان و هر منطقه و جایی هست در حد شعن خودش و فرزندان خودش باید در این زمینه اقدام بکنند اما اگر در یک شرایط که جوانها فرزندان ممکن است به گناه آلوده بشود در این صورت احتمال فساد، انحراف و گناه و لغزش های دیگر وجود داشته باشد خب اینجا احتیاط این است که انسان باید جدیت بیشتری در این زمینه به خرج بده تا بتواند در امر ازدواج فرزندانشان کاری انجام بدهند. در امر ازدواج فرزندان نیز سفارش های داریم که مستحب است در شوهر دادن دختری که به حد بلوغ رسیده تعجیل صورت بگیرد نگذارد که از وقت بگذرد و همچنین در مورد زن دادن و پسرانی که نیاز به ازدواج دارند خب به صورتی حکم اولیاش مستحب است اما یک زمان اگر خدای نخواسته تهدید به گناه و امثال وجود داشته باشد خب اینجا از بحث استحباب هم فراتر می رود که امام رضا علیه و سلام فرماید جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد فقال یا محمد صلی الله علیه, علیه و سلم خطاب کرد به پیامبر اکرم که پروردگار تو به تو سلام میرساند و میگوید این الابکار من النساء به منزلت سمر علی الشجر حضرت میفرماید که خداوند متعال این حقیقت رو به پیامبر اکرم بیان میکند که دختران بالغ و دختران باکره همانند میوه بر روی درخت است فاذا عین رو فلا دواء له الا اجتناؤه وقت میوه میرسد و دیگه موقع چیدن میوه فرا میرسد هیچ دوای جز چیدن این میوه وجود ندارد و الا افسدت و شمس و غیرت و ریح وگرنه اگر این میوه همچنان بر روی درخت باقی بماند و چیده نشود خورشید او را از بین میبرد و بادها هم او را تغییر خواهد داد و دیگه این میوه از میوه بودن و از نتیجه داشتنش خارج می شود و مثالی که می زند در اینجا تشبیهی که می کند هم همین مطلب رو بیان می کند که و این الابکار ازا ادرک نما تدرک و نسا دختران وقتی به سن بلوغ می رسد و همان چیزهایی را که زنان بزرگ می بینند اونا هم می بینند فلا دوا لهن الا البعول اونا هم هیچ دارو و درمان جز شوهر ندارند و الا لم یؤمن علیهن الفتنه وگرنه دخترانی که به سن بلوغ رسیدن اگر شوهر نکنن و برای اونها شوهر پیدا نکنن در این صورت هیچ چیزی جلوی فتنه رو نمیتواند بگیرد که اونها به فتنه میوفتند فسعه در رسول الله صلی الله علیه و و سلم المنبر وقتی این پیام رو جبرائیل به پیامبر اکرم رسان پیامبر اکرم نزد بر منبر بالا رفت فخطب الناس ثم هم ما امرهم الله به سخنرانی کرد و اون چرا که خدای متعال به پیامبر اکرم اعلام داشته بود پیامبر اکرم به مردم بیان داشت خب این مطلب نیست به سراحت تمام این وظیفه را بر دوش پدران و مادران میرساند که در خصوص دختران عجله بیشتر انسان باید به خرج بدهد که در روایت دیگر امام صادق علیه السلام میفرماید ثلاثهٌ للمؤمن فیها راحه مؤمن در سه چیز احساس راحتی میکند یکی خانه وسیع و گشاده ای که در اونجا پوشش داشته باشد و بالاخره حالش بدیهایش از مردم پنهان باشد و امراهه صالحه تعینه علی امر دنیا و و همسر شایسته ای که انسان را در امر دنیا و آخرت کمک کار باشد اینم هم جزء راحتی های انسان هست که انسان با وجود چنین همسر احساس آرامش و راحتی بیشتری می کند و ابنتو یخرجوها اما به موتین او به تزویجین و یکی از راحتی های دیگر انسان هم در این است که دخترش را از خانه بیرون کند یا با ازدواج و یا اینکه دخترش بالاخره با مردن از خانه بیرون می شود این هم یک نوع احساس آرامش و امنیت رو به پدر و مادر می بخشد خب برای اینکه که انسان به این وظیفه خودش هم رسیدگی داشته باشد خب این بحث مطرح می شود که خب ممکن است پدر و مادر برای پسرانشون بروند عروس بگیرن انتخاب بکنن دختر رو و برای فرزندانشون زن بگیرن اما چگونه در امر دختران در امر ازدواجشون می شود سرعت به خرج داد و در این جهت عجله کرد خب این یک سوال است که ممکن است به این راحتی انسان نتواند به او پاسخ قانون کننده به خودش بدهد که بالاخره نمی شود انسان مثل این که به سراغ دختری می رود خواستگاری می کند خب باید به سراغ پسر برود و از پسری برای دخترش خواستگاری کند خب این یک چیزی است که ممکن است در فرهنگ های مختلف بسیار سنگین باشد و براحتی هم انسان تسلیم نشود در حالی که ما در جلسات ابتدایی عرض کردیم که اگر کسی حتی در همین زمینه دامادی را برای خودش خواستگاری کند و از پسری بخواهد که دخترش را به عنوان همسر قبول کند این امر خلاف شر نیست که کسی این رو به عنوان یک امر خیلی مزموم در نظر بگیرد حالا بر اساس همین فرهنگی که مطرح هست و خیلی از جاها این رسم نیست که مثلا دختری یا خانواده دختری به خواستگاری پسر برود حالا در این زمینه چگونه می شود انسان سرعت به خرج بدهد جز این که پدر و مادر دختر منتظر بینشیند که که و کجا و چه کسی به خواستگاری دخترش میآید در روایت از پیامبر اکرم برای این که انسان در امر ازدواج دخترانشون هم تسریع داشته باشد و سرعت به خرج بدهد یک راهکاری بیان شده است که می‌فرماید سبج ابناؤکم و, ابنا و بناتکم هم به دخترانتون و هم به پسرانتون همسر بدهید قیل یا رسول الله ابنا انا فکیفه بناتونو اونا هم همین فرهنگ رو داشتن گفتن خب این پسران ماست می توانیم برایشون زن بگیریم اما با دخترانمون چی کنیم قال حلو... حلوهن ذهب و الفضه گفت اینا را وضعیت ظاهریشون رو آراسته بسازید با طلا و نقره و عجیدو لهن و پوشا که درست و مناسب به اندامشون کنید و احسنو الهن به نحله و اینها را با آرایش و امثال اینها نیکو بسازید لیورغب فیهین تا اینکه مورد رغبت قرار بگیرند بالاخره خاستکارهایی پیدا بکند و تعریفشون در جاهای مختلف صورت بگیرند خب اینم هم یک از راهکار است که اگر کسی میخواهد دخترانشون در امر ازدواجشون سرعت داده بشود خب این یک از راههایی است که میشود انجام داد و اون راه دیگر هم که حضرت شعب پیشنهاد داد به حضرت موسا پیامبر اکرم و یک از دخترانش را خود حضرت شعب در حقیقت از حضرت موسی خواستگاری کرد و دخترش را به ازدواج جود در آورد خب اینم یک امری است که می شود و ممکن است و کاملا امر قابل قبول است نمونه هایش را ما در تاریخ داریم علمای برجستم وقتی داماد را مناسب دخترشان تشخیص می دادن رسما میرفتن از داماد خواستگاری میکردن و دخترشان را به ازدواج اونها در می و یک امر خیلی خیلی زشت و مضمومی نیست که کسی به هیچ وجه نتواند به این دست بزند از اون طرف هم در مورد ازدواج فرزندان هشدارهای به پدر و مادر داده شده است که باید انسان مواظبت داشته باشد اولا خواسته های خود پدر و مادر بر فرزندان تحمیل نشود که پدر و مادر دوست داره بالاخره با یک کسی وسطتی داشته باشد همون خواست خودشان رو بر دخترشون بر پسرشون تحمیل بکند این یک از عیبها و نقصهایی میتواند باشد و در این حال پدر و مادر هم موظف هستند که این دقدقه رو همچنان داشته باشند تا معذب باشند فرزندشان رو گرفتار چه کسی می سازن. به همون قسمی که ما در زبان خودمون از ازدواج به عنوان یک حلقه و یک زنجیر گاه تعبیر میکنیم این یک امر است که در روایات هم مطرح شده است که انسان باید مواظب باشد با ازدواج کردن کسی را ممکن است را مم... و بندگی کسی دیگر در آورد باید انسان نهایت احتیاط را داشته باشد که انتخاب صحیح و مناسب برای فرزندانشون داشته باشند و از اون طرف هم مسئولین مسئولین زمامداران رهبران اجتماعی نیز مسئولیت هایی دارند که زمینه ازدواج جوانان رو به شکلی فراهم کنند که ازدواج از این وضعیت نابسامان که امروز مردم در کشورهای مختلف به اون دوچار هستند بیرون بیاید و همون سادگی و آسانی که در اسلام مطرح است همون رو دوباره پیدا بکند همه کما این که بقیه مسلمان ها هم در این زمینه مسئولیتی دارند و حتی واسطه شدن در این کار شفیع شدن و قدم گذاشتن برای اینکه دو جوان را به همدیگر برسانند و یک امر ازدواج شکل بگیرد یکی از کارهای بسیار خوبی در روایات ما تعبیر شده است که در یک روایتی آمده است افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاهین حتی یجمع الله بینهما بالاترین شفاعت این است که انسان بین دو تا جوان واسطه بشود و این دو جوان رو به هم برساند تا اینکه یک امر ازدواجی صورت بگیرد در حدیث دیگر از امام کاظم علیه السلام و سلام می که خیلی این تعبیر زیبا است می فرماید ثلاثتون ذلون به ذل عرش الله یوم القیامه یوم لا ذل الا ذلون سه نفر در سایه عرش الهی قرار می در روز قیامت روزی که هیچ سایه وجود ندارد جز سایه پروردگار رجلون زب و المسلم یک از اون کسان است که برادرش مسلمان خودش رو زن داده و ازدواجی را برای او فراهم کرده او اخدمه و یا این که خدمتگذاری کرده او کتمه له سرون یا برادر مسلمانش رو در این جهت کمک کرده است و سری از اسرار او را افشا نکرده است در روایت دیگر میفرماید کان کان له به کل خطبت خطاها او به کل کلمت تکلم به حافظ ذالک عمل و سنت قیام لیلها و سیام نهارها کسی که در واسطه شدن بین دو نفر حرف میزند اینقدر ثواب داره که برابر ثواب یک سال عبادتی است که انسان روزهایش را رو روزه بدارد و شبهایش را هم به عبادت و نماز سپری کند خب اینها جزء ای پاداش است که کسانی که در این وسط واسطه می و برای اینکه این قانون این شکل بگیرد و ازدواج صورت بگیرد اینقدر خداوند متعال به اونها پاداش های عنایت می کند و از اون طرف هم پروردگار عالم وعده بینیازی و غنا را به جوانانی میدهد که از ترس فقر و ناداری تن به این کار نمیدهند و خداوند متعال به بیان میکند ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله خداوند متعال اونها را از فضل خودش بینیاز میسازد و به همین جد انسان در این کار باید بر اون تهدیدی که شیطان متوجه انسان میسازد و انسان را از فقر و ناداری میتساند غلبه کند و به این وعده الهی بیشتر دلش رو خوش کند و معتقد باشد که واقعا خداوند متعال انسان را در این جهت گرفتار مبتلا نمی سازد و بی نیازی را نصیب انسان می سازد امیدواریم همه جامعه اسلامی از پدر و مادر و زمامداران جوامع اسلامی و همچنین خیرین انسانهای نیکوکار همه دست به دست هم بدن تا اینکه این امر این ازدواج از این گرفتاری سختی ها و دشواری هایی که پیدا کرده است انشالله بیرون بیاید و جوانان هم به موقع و در اولین فرصت این کانون مقدس را شکل بدهد که انشالله برکات فراوان هم به دنبال خواهد داشت در جلسات بعدی به موانع هم که در سر راه ازدواج ممکن وجود داشته باشد اشاراتی خواهیم داشت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم تفضل على الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الاسراء بالخلاص والراحة، وعلى الامراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالانصاف وحسن السيرة، برحمتك يا ارحم الراحمين.